سلام به دوستان همیشگی خودم. آقا ایبولا و جنون گاوی و آنفولانزای مرغی دیگه قدیمی شده. الان بدترین مرض همین مرضیه که همه تو نظام ولایت دچارش شدن. این مرض یه جور گوگیجه است که دکترها بهش سرگردونی حاد نمیگن. علائمش هم خیلی تابلوه. مثلا علی گدا با کلی اهن و طلب میاد میگه اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن. علی گدا اینو گفت و رفت پای منقلش دراز به دراز افتاد. شیخ فری و تیم ظریفان نظام وقتی رفتن تو گود مذاکرات دیدن ای بابا چی رو توی جلسه واحد تمام بکنن؟ مگه مراسم عمامه گذاریه که توی مرحله تموم شه؟ خلاصه اینجا بود که افخم الملوک اومد تو صحنه تا با شیوه دوزبازی با کلمات قضیه رو جمع جور کنه. بحث تفاهم و توافق هست که خب مذاکره کننده ها برای اینکه بتونن روی جزئیات بحث بکنن ابتدا نیازمند این هستن که یک تفاهم سیاسی رو داشته باشن. این تفاهم سیاسی برای برخی داشت به منزله توافق سیاسی شکل می گرفت. ما تاکید کردیم که اینها همه تفاهم هست. ما یک توافق رو در مذاکرات خواهیم داشت. دیدن اگه بیان بگن توافق دو مرحله‌ای شده خیلی سیت میشه. یعنی یه جورایی میشه دهنکجی به عظما. واسه خاطر همین اسم توافق گذاشتن تفاهم تا نه سیخ بسوزه و نه کباب. یعنی مرحله اول میشه تفاهم، مرحله دوم میشه توافق. به این ترتیب همونطور که عظما گفته بود ظریف وزنه توافق به صورت یک ضرب میبره بالای سر. نظرتون چیه؟ برداشت ما اینه که تفاهم سیاسی و طرح تفاهم سیاسی بازی با کلمات هست. یعنی اینکه حالا توافق سیاسی رو اسمشو بذاریم تفاهم سیاسی تأثیری در دو مرحله‌ای کردن توافق نداره و این برخلاف اون چیزیست که مقام معظم رهبری چارچوبش رو اعلام کردن. معلوم میشه که این افخم الملوک موقع موزیگیری حواسش به مچگیری دلواپسای نظام نبوده، به خاطر همینم مجبور شد دوباره بیاد و یه سس ولایی به مال رو ساندویچ تفاهم. مصاحبه مجدد سخنگوی دستگاه دیپلماسی. به دنبال این واکنش ها مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی سوء تفاهم ها از اظهار نظر اخیر خود در گفتگو با ایرنا توضیحاتی داد و اظهار داشت که مذاکره کنندگان ایرانی فقط در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب عمل می کنند. حالا اینکه با ملغمه تفاهم و توافق چجوری میخوان مطابق چارچوب چوبی عظما عمل کنن سوالیه که خودشون هم جوابشو نمیدونن. علل حساب ناله آی تحریم وای تحریم از گوشه و کنار نظام بلنده. یعنی به هر کی میرسی میگه تحریم ادامه دارد. اقدام خصمانه اتحادیه اروپا علی‌رغم گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان میدهد حتی در صورت توافق هسته‌ای باز هم بهانه‌ای برای اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان تراشیده می‌شود. دیکته دشمن کلمه به کلمه و بدون کم و کاست هم که نوشته شود باز هم تحریم‌ها لغو نخواهد شد. این اون سرگردونیه ها، این اون بدتر از ایبولا. یعنی گیر کردن و این حرفا کمه براش. این که میبینی علی گدا هم حرفی نزده واسه اینه که خودش آخر خط دودوز بازی و واژه بافیه. واسه همین تفاهم و توافق و تعامل و تصادف و همه اینا رو ریخته رو دایره تا شاید از این مخمصه خلاص شه. اما عظما خلاصی در کار نیست. با آقای موشکا با آقای
پاک.